بلند پایه‌ترین مقام حقوق بشر در سازمان ملل متحد امروز صبح در مقر این نهاد در ژنو در گزارش جامعه نیروی انتظامی رژیم نیکولاس مادورو در ونزوئلا را متهم کرد که برای سرکوب مخالفان سیاسی به خشونت بیش از حد متوسل می شود. بهنام ناطقی از مقر سازمان ملل در نیویورک آمده است تا در این مورد گزارش بدهد. خانم میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، برای تهیه این گزارش ماه گذشته جوان به کاراکاس سفر کرد و با نیکولاس مادورو دیدار داشت. Excessive and little force has repeatedly been used against protesters. مکرراً از نیروی مفرط و حتی مرگبار علیه تظاهرکنندگان استفاده شده است. در این گزارش ما موارد متعددی از توسل واحدهای اقدام ویژه امنیتی به زور بیش از حد را منعکس کرده ایم که به قتل مردان عمدتاً جوان منجر شده. بسیاری از آنها می توانند قتل‌های فراقانونی محسوب شوند و برای به عدالت رساندن مرتکبین این موارد و کسب ضمانت برای عدم تکرار این وضعیت باید به طور کامل مورد رسیدگی قرار بگیرند. خانم بچله، مرگ ناخدایکم نیروی دریایی رافائل آکوستا آریوالو رو که 6 روز پیش در زندان و تحت شکنجه روی داد، به عنوان یکی از مثال‌های این قتل‌ها ذکر کرد و گفت بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه فعالان سیاسی به یک روال مکرر در ونزوئلا تبدیل شده و باید ضوابط بین‌المللی و پاسخگویی مقامات دولت در این رابطه تحت بررسی قرار بگیره. معاون وزیر امور خارجه رژیم ونزوئلا گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رو مغرضانه و گزینشی توصیف کرد و گفته که بحران انسانی در اون کشور وجود نداره و عدالت اجتماعی در جریان هست. اما ژنرال مانوئل کریستوفر، رئیس پلیس مخفی ونزوئلا، سه‌شنبه این هفته با نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا الیوت ابرامز در واشنگتن دیدار کرد و گفت آماده هستش که جزئیات ذکر شده در گزارش خانم بچله رو شخصا تایید کنه. ژنرال کریستوفر یادآور شد که خانم بچله که پدرش هنگام کودتای نظامی علیه نخست وزیر آینده در ژنرال نیروی هوایی شیلی بودش، خودش شکنجه رو با گوشت و پوست خود تجربه کرده و در این گزارش اطلاعات دست اول شهروندان ونزوئلا رو منعکس کرده که حقوق بشر اونها توسط رژیم حاکم مورد تعرض قرار گرفته. ژنرال کریستوفر که بعد از 20 سال خدمت به حکومت هوگو چاوز و مادورو به واشنگتن گریخته، بلند پایه ترین شخصیت سیاسی مقام رژیم مادورو هست که به خارج اومده و در این مصاحبه از جمله میگه که چگونه مادورو به او دستور داده بود که برای تحت فشار قرار دادن مخالفان مادر خوان گوایدو رو دستگیر بکنه. آمریکا حکومت نیکولاس مادورو رو در ونزوئلا نامشروع میدونه و گوایدو رو به عنوان که رئیس پارلمان هست به عنوان رئیس جمهوری موقت در اون کشور به رسمیت میشناسه. بهنام ناطقی در نیویورک، ممنون از تو.